با هم دعا کنیم چند لحظه خداوند واقعا از فیض تو ممنونیم که بعد یکی که ما قرار گرفتیم امشب کلام خودت رو این نان آسمانی روی خداوند به قلب های ما بیار تا وجود ما از تو سیر شه ای پدر خداوند بذار روح قدوس تو امشب این کلمات و این گفته ها رو هدایت کنه باشه این که امشب قوم تو بناشه تسلی پیدا کنه و خداوند در تو روش کنه در نام عیسی مسیح آمین هللویا در کتاب پیدایش پیش میریم باب چارده در جلسه قبل در قسمت اول باب چارده دیدیم که پنج پادشاه مجهز میشن برای جنگ بر ضد چهار پادشاه دیگه و این پنج پادشاه حمله میکنند و تمام سرمایه ثروت اموال و مردم اون پادشاهان رو به اسارت میبرن از جمله برادرزاده ابرام لوط و خانواده برادرزاده ابرام که لوط هست اونها هم به اسارت میرن خبر میرسه به ابرام و ابرام 318 نفر از جنگجویان کارازموده رو بسیج میکنه و میره به جنگ این پادشاهان 318 نفر گفتیم بر علیه ممکنه چند هزار نفر سرباز بودن ولی ابرام میره پیروز برمیگرده تمام اموال و ثروت قارت رفته رو برمیگردونه و همینطور اون خانواده لوت خود لوت رو آزاد میکنه و برمیگردنه و باب 14 از آیه 17 این طور ادامه پیدا میکنه هنگامی که ابرام کدرو لا عمر و پادشاهان همپیمان او را شکست داده مراجعت مینمود پادشاه صدوم تا دره شاوه که بعدها دره پادشاهان نامیده شد به استقبال ابرام آمد همچنین ملک صادق پادشاه سالیم یعنی اورشلیم آینده که کاهن خدای متعال هم بود برای ابرام نان و شراب آورد آنگاه ملک صادق ابرام را برکت داد و چنین گفت سپاس بر خدای متعال خالق آسمان و زمین که تو را بر دشمن پیروز گردانید او تو را برکت دهد پس ابرام هم یک دهم ده از قنایم جنگی را به ملک صادق داد پادشاه صدوم به ابرام گفت مردم مرا به من واگذار ولی اموال را برای خود نگاه دار ابرام در جواب گفت قسم به خداوند خدای متعال خالق آسمان زمین که حتی یک سر سوزن از اموال تو را بر نمی دارم مبادا بگویی من ابرام را ثروتمند ساختم تنها چیزی که میپذیرم خوراکی است که افراد من خوردن اما سهم آنر و اشکول و ممری را که همراه من با دشمن جنگیدن به ایشان بده بعد از پیروزی ابرام پادشاه صدوم که سمبل شرارت این دنیاست به استقبال ابرام میاد و میگه مردم منو به من برگردون ولی از اموال ثروتی سروت، که به قارت رفته بود همه اینا مال تو مردمو به من بده بقیهش مال تو ممکنه در وهله اول که به این پیشنهاد پادشاه صدوم گوش میکنیم بگیم بابا عجب پادشاهی به قول معروف دمش گرم چقدر مردم دوسته ببین حاضر ثروتش رو بده همه رو بده ولی مردم رو داشته باشه در وهله اول ممکنه به نظر ای یک پادشاه انسان دوست ای یک پادشاه خدمتکار به نظر بیاد ولی شخصیت پادشاه صدوم در باب 14 و بابهای دیگه کتاب مقدس نشون میده که این پادشاهی نبود که دلش برای مردم بسوزه و میخواست که اونا رو با تمام وجود خدمت کنه چون وقتی لشکر دشمن در باب 14 میبینیم حمله میکنه به این پادشاهان پادشاه صدوم و اموره فرار میکنن بقیه پادشاه سر به کوهستان میزنن چون اون زمان پادشاهان جلوی لشکر می ایستادن و با تمام لشکر حمله میکردن اونا جلوی لشکر بودن و تا آخرین قطره خونشون می جنگیدن ولی اینجا نشون میده که این پادشاه نظرش خدمت به مردم نبود نظرش این نبود که مردم دوسته بلکه این پادشاه صدوم میدونست تا موقعی پادشاه که توده مردم رو داره خب تا موقعی که پادشاه صداش میکنن یه عده پادشاه است و اگه این مردم رو از دست بده اگه ابرام که حالا پیروزی آورده و اینا رو از اسارت آزاد کرده این مردم پاشن با ابرام برن و روی تپه زندگی کنن اون موقع پادشاهی این از ای بین رفته بنابراین یک پیشنهادی میذاره جلوی ابرام که بیا انوال ثروت و در حقیقت ثروت عظیمی بود خب میگه اینا مال تو ولی این مردم رو به من برگردون این مردم رو بده به من البته مردم صدوم انقدر فاسد شده بودند که بعدا میبینیم در فسای دیگه کتاب مقدس خداوند مجبور میشه اصلا این ملت رو از بین ببره صدوم و اموره در آتش میسوزن و مردمش همه نابود میشن پادشاه صدوم درست موقعی که ابرام از جنگ برگشته پیروز خوشحال خوش و خورم از پیروزی که براش اومده دفاعشو پایین آورده او و بعد حالا پادشاه صدوم میاد یک دامی براش میذاره یک پیشنهادی بهش میده و میگه اموال رو بردار قناعیم مال تو مردم رو به من بده شریر بدون منظور و هدف هیچ وقت هیچ چیزی رو به ما پیشنهاد نمیکنه خب همیشه توش یه کلکی هست همیشه یه برنامه اون توه همیشه دام و تلهی توشه شریر میگه خونه بزرگتر ماشین شیکتر بهت میدم ولی وقت دعا پرستش تو بده به من چون الان دیگه وقت نداری دعا کنی دیگه ها خونه بزرگتر ماشین شیکتر پول میخواد دیگه کار دوم این نمیکشه یه کار دیگه م? وسوسه که شیطان میندازه دامی که شیطان میندازه میگه ها میخوای هستا الان این کارو بگیر خب دوازه سر چارده ساعت کار کن ماشین بهتر خونه بزرگتر ولی بله خب حالا مجبور یه کار کنی دیگه کلیسا تو بی خیالش ای وقت نکردی که تا مقدس بخونیم مسئله نیست حالا بعدها میرسی میخونی جلسه دعا بود نتونستی شرکت کنی خب بابا الان چی مهمتره خونه و زندگی یا این برنامه ها حالا بعدها اینا هم هست جای خودش این همون وسوسه ای که جوانای ما بهش دوچار میشن شیطان مدام داره بهشون میگه اول برو پی زندگیت برو این برنامه رو جوک حالا حالا زیاد نمیخواد به خدا وقت بدی حالا نمیخواد تو کلامش وقت بذاری الان چیزای مهمتر هست الان تو باید کارتو بگیری پول دراری ماشین بخری زندگی برای خودت درست کنی الان کلیسا رفتن وقت تو تلف میکنه وسوسه بس ای که شیطان جلو جوانای ما میذاره سن جوونی و اونها رو میکشه تو دام دنیا شریر میگه شرکت و کمپانی بزرگتری بهت میدم خب ولی وقتی رو که به خانواده و همسرت میدی اون مال من اونو به من واگذار امریکا میدونیم که میگن لند of اپورچونیتی جایی که ریخته شما اگه یه ذره و سخونه سالم تو بدن تو باشه همه جور وسیله هست با 50 دلار شما یه شرکت ثبت میکنی و بعد بقیهش هم میاد هم؟ میگه هست ولی خب چیه؟ حالا دیگه 18 ساعت در روز باید کار کنی هفت روز در هفته باید کار کنی حالا مسئله این نیست اگه زنت ناراحته بچه ها تو رو نمیبینن مسئله این نیست اول برو این برنامه ها رو بساز برای خودت سرمایه ای درست کن اون بازنشستگی جور بشه جای بهتری زندگی کنین اون مسافرت های بهتری میرین همه اینها ولی مسئله نیست که الان تو وقت تو دیگه به زنت نمیدی به بچت نمیدی اونا رو بسپر به من شریر میگه لذت مواد و مشروب و قمار رو بهت میدم م? ولی سلامتی و روان و فکر و ارادت رو بده به من اونو به من واگذار میبینیم چقدر تو این جامعه ایرانی چقدر به مواد رو آوردن الان تو ایران معتادین قوقا میکنن اصلا آمار معتادین تو ایران وحشتناک شده یه موقع بود میگفتیم بابا دیگه یه هفتاد سالشه هشتاد سالشه سنی ازش رفته حالا پای منقله ولی دیگه الان صحبت سر جوانای 14 15 ساله است جوانای 14 15 ساله دارن تو رگای خودشون چیزایی میزنن که من حتی اسمشون رو نمیتونم براتون تلفظ کنم دائم خمر تو مواد تو مشروب هزار جور چیزهایی که بستتشون و داره نابودشون میکنه شری میگه بیا میخوای خوش باشی یه لحظه ها میخوای این محیط رو فراموش کنی بیا یه چیزی بهت میدم که تو از اون محیطت میاره بیرون میبرتت یه دنیای دیگه غم تو بسپر به من مواد رو بگیر درد تو بسپر به من افکار تو بسپر به من روح و روان تو بسپر به من سلامتی تو بسپر به من اینو بگیر یه لحظه باش خوش باش بله شریر خیلی وسوسه ها تو دار دست دستکشه خیلی چیزا تو آستینشه میگه پول و مقام بهت میدم ولی شخصیت صادق شخصیت فروتن رو به من بده رئیسی باش تو این دنیا مختدر اهمیت نده کارمندات در چه وضعیتی تو رئیسی کن You be the boss. برای خودت کمپانی قولی بساز روزی چند میلیون درار و باعثی مثل یک دیکتاتور باشی تا بتونی مقام داشته باشی باید مثل یک دیکتاتور باشی تا بتونی ثروتمند باشی شیطان میگه اینا رو بهت میدم صداقت فروتنی محبت اینها رو به من بده اینها رو به من با گذار کن شریر میدونست که خیلی راحت میتونه ابرام رو توی دام بندازه و به قول معروف نمک گیرش کنه ها؟ ابرام رو به صورتی مدیون پادشاه صدوم کنه به نفی توی خانواده ابرام نفوذ کنه بین خادمین ابرام نفوذ کنه و اونها رو جذب صدوم اون شهر فساد بکنه و اونها رو زیر سلطه خودش دراره و واقعا شخصی مثل ابرام نمیتونست از کسی هدیه دریافت کنه و اگر در عوضش اون شخص چیزی ازش بخواد براش انجام نده پادشاه صدوم میدونست چجوری بیاد ابرام رو بندازه توی دام خیلی وقتا شریر اینجوری توی زندگی ما رخ نمیکنه خب از طریق یک شخص وارد میشه زن شوهر جوانی رو میشناسم میشناختم که شخصی با اینا آشنا میشه و دیگه با نمیدونم یه روز میاد دم خونهشون با نمیدونم کاسه ماست یه روز میاد با نمیدونم یه کیسه گردو همجور میاد من تو خونهشون میرف، هر کاری میخواست داوطلب میشد براشون انجام بده به یه نحوی تو این خونه اینا میومد سر میزد دیگه از بعد از یه مدت ماست و لبنیات و نمیدونم گردو و این چیزا میرسه به ضبط صوت و وی سی آر و تلویزیون و اینجور چیزات تو خونه میاره و این اشخاص هم خب یه لحظه میکنم میگن چه آدم خوبی چه آدم پر از محبتی چقدر واقعا میاد کمک میکنه میاد به حرفامون گوش میده چقدر ملایمه چقدر فروتنه چقدر واقعا و در نظر اون زن جوان اون شخصیت خیلی بالاتر از شخصیت شوهرش یه جلوه گر کرد و خب اون شخص منتظر بود تا اون اختلاف رو بین این زن و شوهر ببینه و کار خودش انجام بده و اون روز اتفاق افتاد وقتی این زن و شوهر اختلاف داشتن با همدیگه این مرد هیلگر اومد طرف زن رو گرفت و اومد مشورت غلط بهش میداد و حتی اون رو بر علیه شوهرش میخواست بلند کنه که حتی شوهرش رو به دادگاه ببره و سو کنه شریر میتونه با یک کاسماس بیاد تو خونه ما و عقل ما رو بدوزه خانواده ما رو بدوزه ولی خداوند از رحمت خودش و عدالت خودش نمیذاره این اشخاص جلو برن و برای اون زن و شوهر جوون دست این طرف رو باز میکنه و اون شوهر خانواده بسات این طرف رو جمع میکنه میره بهش پس میده من میگه دیگه نمیخوام تو ببینم و خیلی دلش میخواد یه کاسه ماسی که خورده بود دستش بود همونجا پرد میکرد که کلشه ولی <applause> خداوند دست این اشخاص رو رو میکنه شکر ابراهیم میتونست مثل خیلی از ما توی تعارف و اینجور چیزا بیفته و اون پیشنهاد پادشاه صدوم رو قبول کنه و بعد خب یه جوری هم برای خودش توجیه میکرد یه می به هر رفتم جنگ زحمت کشیدم خب اینم حق منه دیگه ولی ابرام گفت نه و خیلی سریع به پادشاه صدوم گفتش که حتی یک سر سوزن از اموال تو رو بر نمیدارم که مبادا تو بگی من ابرام رو ثروتمند کردم خیلی سریع با پادشاه صدوم صحبت میکنه چطور بود که ابرام توی دام نیافتاد؟ چون خیلی از ما میتونیم تو این دام بیفتیم میگم شوخی نبود ثروت یه ملت بود خب پول هنگفتی بود مال و منال زیادی بود ولی چطور شد که ابرام توی دام نیفتاد چون میگم شوخی نبود ثروت هنگفتی بود خیلی وسوسه انگیز بود نه ولی قبل از اینکه ابرام به جنگ بره ابرام همینجور که در باب 13 و 14 میخونیم ابرام برای خداوند مذبح دعا بنا کرده بود خودش از صدوم صد دور نگه داشته بود میرفت به حضور خداوند در پرستش در مشورت در تمجید در هم در شک قبل از اینکه ابرام به جنگ بره با پادشاه دیگه ای ملاقات کرده بود به نام ملک صادق که نه تنها پادشاه سالیم یعنی پادشاه اورشلیم آینده بود بلکه کاهن خدای متعال بود قبل از که ابرام به جنگ بره با ملک صادق روبرو شده بود ملک صادق کی بود که بعد از جنگ برای ابرام نان و شراب میاره و ابرام رو برکت میده و بعد ابرام یک دهم ده از قنایم رو به او هدیه میکنه کتاب مقدس هیچ اطلاعاتی در مورد گذشته سوابق ملک صادق به ما نمیده هیچ شجر ای براش نیست از تولدش از سنش از پدرش از مادرش و حتی از مرگش که تو مقدس هیچ صحبتی از این چیزها نکرده از اسمش معلومه که پادشاه صداقت و راستیه یک دفعه برای اولین بار در باب چارده ذکر میشه و وارد صحنه میشه و با ابراهیم ملاقات میکنه و دیگه ازش خبری نیست برای هزار سال تا داوود پادشاه در مزامیر باب 110 آیه 4 دوباره اسمش رو ذکر میکنه جایی که خدا داشت راجع به مسیح موعود و سلطنت هزار سالش پیشگویی میکرد و خداوند میفرماید در اون باب که تو تا ابد چون ملک صادق کاهن هستی پیشگویی بود در رابطه با مسیح موعود و دوباره میبینیم هزار سال دیگه از اسم ملک صادق خبری نیست تا در قرن اول نویسنده ابرانیان داره راجع به ملک صادق دوباره صحبت میکنه در ابرانیان باب 6 آیه 20 و اینطور میگه میگه اما مسیح جلوتر از ما وارد این جایگاه شد تا در مقام کاهن اعظم هم پایه ملک صادق برای ما شفاعت کند با توجه به این مطالب که ملک صادق هیچ شجر نامی ازش نیست اسمش یعنی سرور صلح و سلامتی اسامی که به عیسی مسیح لقب داده شده بود و برای ابرام نان و شراب میاره همینطوری که عیسی مسیح در شام آخر نان رو گرفت تکه تکه کرد به شاگردان داد و شراب رو گرفت پیاله شراب رو به شاگردان داد و گفت این بدن منه که برای شما پاره پاره میشه روی صلیب و این خون منه که گناهان شما رو پاک میکنه و با توجه به این مطالب که ابرام به ملک صادق ده یک میده همه اینها به نظر میاد که ملک, ملک صادق میتونه همون عیسی مسیح باشه که به ابرام ظاهر شده خیلی امکان داره در پیدایش باب دوازده وقتی که ابرام به کنعان کوچ میکنه و میگه خدا خداوند بهش ظاهر میشه و میگه این سرزمین رو به نسل تو میبخشم این همون ملک صادق بوده همون عیسی مسیح بوده که به ابرام ظاهر شده البته نظریات مختلف در رابطه با این هست ولی میبینیم ملک صادق شخصیتی بوده که پرستش ابرام رو قبول میکنه چون اون ده یکی که ابرام به ملک صادق میده در حقیقت پرستش بود او رو می پرسته و ملک صادق او رو برکت میده به حال ملاقات ابرام با ملک صادق قبل از جنگ او رو آماده میکنه برای پیروزی و وقتی ملک صادق قبل از ملاقات پادشاه صدوم با ابرام ملاقات میکنه به ابرام یادآور میشه که خدای متعال خالق آسمان و زمین تو را بر دشمنت پیروز میکنه و همینطور به ابرام میگه که خدا تو را برکت میده دو مطلب پیروزی و برکت برای ابرام بنابراین وقتی پادشاه صدوم با پیشنهاد وسوسه انگیزش به ابرام نزدیک میشه ابرام آماده و هوشیار و با شجاعت کامل پیشنهاد پادشاه صدوم رو رد میکنه و, این و واقعا میبینیم اون رابطه ای که ابرام با خدا داشت اون مذبحی که برای خدا میذاش او رو بیدار نگه داشته بود از حیله های دشمن از حیله شریر میدونست که این پادشاه صدوم یه جوری به این وسیله اونو تو دام میندازه که وقتی جنگ های بعدی میشه میگه ببین من که تو رو ثروتمند کردم تو به من مدیونی حالا جنگ بعدی هست تو بیا و با هم به جنگیم ابرام نمیخواست هیچ جوری با پادشاه صدوم دست به یکی بشه تو هیچ کاری میدونست این پادشاه فاسده مردم رو فاسد کرده و این شهر فاسده خدا رو شکر برای ابرام که به خداوند وفادار موند چون ملک صادق گفت خداست که تو رو پیروز میکنه و خداست که تو رو برکت میده تو احتیاج نداره به این ثروتی که پادشاه صدوم داره جلوت میذاره خداست که تو رو برکت میده اون چرا که ملک صادق بهش گفته بود انجام شده بود ببینین ابرام داشت در خداوند روش می کرد و می بینیم باز اینجا تضاد رو بین ابرام و برادر زادش لوط برادر زادش رفت کنار دنیا کنار صدوم در هومه صدوم ساکن شد درسته و می بینیم چی شد رفت به اسارت <تصفح> نتونست با دشمن مقابله کنه ولی از این میبینیم می بینیم نرفت جایی که سرسبز بود و خیلی خوش آب و هوا نرفت جایی که هزار جور نمیدونم سر صدا بود و بزنه به کوب و این برنامه رفت توی تپه جایی که اونقدر سرسبز نبود جایی که باید به خدا تکیه میکرد برای روزیش روزی خودش روزی خانوادهش روزی گله و رمش روزی کارمنداش ولی در عوض چی شد؟ وقتی دشمن حمله کرد با یک قوای کم با یک عده مردانی که ابرام رو میشناختن میدونستن که در حضور خداوند وقت میذاره پشتیبان او شدن و دشمن رو شکست دادن پنج پادشاه رو شکست دادن شکر این رویه که ما باید پیدا کنیم وقتی خودمون رو خیمه نشین میکنیم در خداوند به اون چیزی که الان هستیم به اون چیزی که الان خدا بداده قانه نمیشیم بلکه میریم جلو مثل یک خیمه نشین زندگیمونو میبریم جلو در خداوند از قوت به قوت از جلال به جلال از برکت به برکت از شادی به شادی از سرور به سرور و میتونیم یه موقع بریم مثل لوت کنار اون فساد دنیا چادر بزنیم اونجا ساکن شیم و بعد به اسارت بریم نه تنها خودمون بلکه تمام خانوادهمون ابرام به پادشاه صدوم میگه نه من اجازه نمیدم <تصفح> نه که نه یک سر سوزن از اموال تو بر نمیدارم چون خدا من برکت میده و من میخوام این جلال به خدا برسه هیچ جوری نمیخوام این جلال به تو برسه و چقدر خوبه ما اینجوری زندگی کنیم خیلی جواب ما پیشنهاداتی میشه خب تو تجارتمون تو بیزنسمون توی نمیدونم کارمون تو هزار جور چیزها ولی باید بسنجیم و نگاه کنیم که وقتی همه چی جلو رفت وقتی به نظر همه چی خوب اومد کی داره جلال پیدا میکنه خدا یا این اشخاص و اون راهی رو انتخاب کنیم که همیشه خدا رو میتونیم جلال بدیم همیشه شهادتی داشته باشیم که خدا رو جلال بده شکر شکر برای اون روزی که خداوند ما رو تو این آزمایش پیروز و سربلند بیرون میاره مثل ابرام یه نکته جالب دیگه که تو باب چارده گفته ابرام میگه من هیچی نمیخوام ولی خوراکی رو که افراد من خوردن و اون سهم همراهان من که با دشمن جنگیدن به اونها بده اه چی شد؟ <applause> ابراهیم چیزی که برای تو خوب نیست حالا چرا بر بقیه خوب شد؟ دابل استاندارد این؟ این چیه جریانش؟ چرا ابرام این هدیه رو نگرفت؟ ولی میگه باشه بقیه اگه میخوان به اونا بده اگه این برای ابراهیم خوب نیست چرا بر بقیه خوب شد؟ این واقعا یک درس بزرگیه که ما باید به یاد داشته باشیم همه در موقعیتی نیستند که ابرام بود و در زندگی روحانی ما به همین صورته هر کسی که کلیسا میاد در اون موقعیتی نیست که ممکنه ما باشیم در اون رشدی نیست که ممکنه ما باشیم نبایستی هیچ وقت مردم رو مجبور کنیم که مثل ما در ایمان قدم بردارن مثل ما چشمشون به خدا باشه همه اینا رو تعلیم میدیم تشویق میکنیم ولی نباید در اون لحظه انتظار داشته باشیم که همه مثل ما که شاید چندی در خداوند رشد کردیم رفتار کنن چون همه دارن میان در این سفر رشد میکنن حالا وقت اونا میرسه که مثل ابرام به خداوند توکل کنن و اونا بگن ما از این اموال تو هیچی نمیخوایم ولی ابرام اون اشخاصی که باش هم دست شده بودن میشناخت که هنوز در اون رشد نیستن و ما واقعا باید به این مطلب توجه کنیم چون خیلی ها رو اینجوری رنجوندیم و انداختیم تو دام شریر چون فکر کردیم هر کسی که اومد در همون روز اول باید با همون ایمان با همون قوت با همون اقتدار و با همون شور و حیات باسی در کلیسا باشه که ما هستیم و صبر نمیکنیم که اونها هم رشد کنن اون وقت رو بدیم خدا در قلب اونام کار کنه خدا اونها رو هم برکت بده اونها رو هم رشد بده و این موقع باعث رنجش اونها میشیم و چقدر مهم اینجا به یاد داشته باشیم که ما هم تو همون روزای اول ایمانمون به این صورت نبودیم نمیتونستیم به خیلی وسوسه ها نبگیم ولی یواش یواش خداوند رو ما کار کرد برای اینکه میگه تا اون روزی که من میام شما رو به شبیه پسرم عیسی مسیح در میارم این یک سفر روحانیه و یکی اون ابتدا قرار داره یکی اون چهار قدم جلوتره در این سفر روحانی و وظیفه ای ماست که این رو درک کنیم و بعد دست اون عزیزان رو بگیریم در تشویق در تعلیم در تس... تسلی و بنا کردن و تربیت اونها رو روش بدیم این وظیفه ای که به که بیشتر در ایمان روش کردن بیشتر در خودمان روش کردن بیشتر در کلام روش کردن این عزیزان رو به دوش بگیرن و جلو ببرن هم میبینیم ابرام به این که حساس توجه میکنه و میگه باش غذایی رو که خوردن اون چیزایی رو که از این قنایه میخوان به اونا بده ولی من میدونم کی منو برکت داد من میدونم کی منو برکت میده من میدونم کی منو پیروز من ساخت و من میدونم کی سپر, سپر منه و همیشه منو حمایت میکنه اون خدای متعاله خدای آسمان ها و زمینه و من هیچ وقت اجازه میدم این جلال به تو برسه جلال از آن که من امروز پیروز من ساخته در حضور دشمنم شکر اون چی که ابرام رو وسوسه کرد هر روز سر رو ما قرار میگیره و ما رو وسوسه میکنه پول بیشتر خونه بزرگتر تجارت زیادتر ایش و نوش و شهوات جسم بیشتر ها تلویزیون وا میکنیم اونجاست میلیون ها میلیون دلار خرج این آگهی ها میکنن حتی برنامه گذاشتن که بیاین شما رو میلیونر کنیم دیدین فلایر را میاد دم خونتون بیاین به سمینار ما گوش بدین این ویدیوهای ما رو بخرین کاست های ما رو بخرین و شما یه هفته میلیونر میشین بعد عکس یکی رو هم انداختن که معلومه دو کلمه انگلیسی هم بلد نیست و میگه من در عرض چند روز با این تکنیک پنج میلیون دلار ساختم و میخوام به شما یاد بدم چی کار کنین اول 20 دلار بفرستین تا بهتون بگم مردم عجیبه <applause> میخرن اتفاقا اوورده بودن یکی از اینا رو که توی روزنامه آگهی میداد میگفت پنج دلار من یه رازی هست به شما میگم در با این پنج دلار این کتابچه رو بهتون میدم که شما هفته پنج هزار دلار میسازی بعد این اوورده بودن باش اینترویو میکنن این خبرنگارا رفته بودن و خودشون رو جا زده بودن به جای این اشخاص که ببینن چیه جریان مخفیانه خودشون رو به جای مردم عادی جا زده بودن با واقعیت داشت این شخص گفت نه نه 5 دلار اوکی اینم کتابچه بعدی چهار صفحه خالیه یه صفحه فقط نوشته اونجا نگاه میکنه میگه این چیه میگه بخون میخونه میگه همینجوری که من 5 دلار ساختم رو تو تو هم میتونی بسازی گفت یعنی چی گفت همین من گفتم 5 دلار بده من بهت بد بگم چهجوری 5 دلار میسازم بد نشون دادم دیگه تو هم برو همین کارو با بقیه بکن تو تمام روزنامه که میتونی آگهی بزن و این یه ورق رو بفرست براشون تموم شد اینا به همه همین کارو میکنن من میگم این عجیب بود هیچ کار غیر قانونی کرد. قانونی قانونی بود ولی یه کاغذ و دست خد نوشته رو که کپی شده بود به یه رو پنج دلار فروخت همین گفت امروز هم الان حداقل 300 400 نفر بر من 5 دلار فرستادن کار غیرقانونی نبود حالا من نمیگم از این طریق تلویزیون یه عده پاشن این کارا رو بکنن این به نظر من کلاشیه خب حالا قانون میخواد اجازه بده چه نده به نظر من کلاشیه ولی خب میگم شریر با خیلی چیزا میتونه آدم وسوسه کنه ولی اگه شکست میخوریم اگه توی دام میفتیم به خاطر این که به حضور ملک صادق نرفتیم که برکت بگیریم به خاطر اینکه به حضور عیسی مسیح نرفتیم مذبح دعامون سرد سرده اصلا شاید خراب شده اصلا نمیدونیم کجا هست به خدا وقت نمیدیم به حضورش وقت نمیدیم به کلامش وقت نمیدیم نباید انتظار داشته باشیم وقتی تو اون وضعیت زندگی میکنیم مثل لوط که کنار صدوم ساکن شده به اسارت میریم و اگر وسوسه شیطان میاد تو دامش میفتیم و تا ابد ما رو اسیر میکنه ولی باشه اشخاصی باشیم مثل ابرام که در ایمان به خدا ایستاد جلال رو به خدا داد برکت رو از خدا گرفت و پیروزمند و سرفراز زندگی کرد آمین شکر پس دیگه وقتشه فکر کنم بریم به حضور اون کاهن اعظم ما عیسی مسیح آمین که در بالاترین مکان یعنی در دست راست خدای پدر جایی که مکان قوت قدرت اقتدار و برکته و او رو با هدایایی که برای ما داره ملاقات کنیم با سفره که برای ما چیده ملاقات کنیم تا از سفرش بخوریم سیراب شیم قوت بگیریم و سر بلند زندگی کنیم آمین هللویا با هم بیستیم و در یک سرود شاد خداوند رو جلال بدیم